با یک روزنامه نگار نامدار گفتگو میکنم. دکتر سیاوش هستم، سلام بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوشحالم باشید آقای میبودی. تشکر میکنم، خوشحالم سر شما. آقای عباسی سلام عرض میکنم. درود بر شما آقای میبودی. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم، خسته نباشید. دکتر حسن عباسی در پاریس. منوچهر، منوچهر، حمایتت میکنیم. منوچهر، منوچهر، حمایتت میکنیم. حکومت دیکتاتور دشمن دانشجویان است. حکومت دیکتاتور دشمن دانشجویان. دوستان مهربان، من درود میفرستم به همه شما مهمانیارانی که امروز در این روز تاریخی اینجا جمع شدید. در سینه من به غیر کین تو مباد، نفرین تو باد و آفرین تو مباد، ای دین تو بس بتر ز هر کفر که هست، هر کفر که هست باد و دین تو مباد. ما از فرهنگ کهن و بزرگی میاییم که شعار پندار و کردار و گفتار نیک فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دی دربند شد. از این سه بجو راه جنات عد، رهی که از عدن تا خداوند شد. شوربختانه نسل نو و جوان ایران، دانشجویان عزیز، کسانی که اکثر اونهایی که در حماسه هجده تیر زخمی شدن، کتک خوردن، از طبقات بالا اینها رو به نام فاطمه زهرا به زمین پرتاب کردن و عزت الله های ابراهیم نژاد رو کشتن، اکثر این بچه ها بچه بودن که برای شما به جمهوری اسلامی، به سفارت جمهوری اسلامی دارم میگم، اکثر این بچه ها کسانی بودن که رفته بودن در جبهه های جنگ، معلول شده بودن، شهید شده بودن، خانواده های شهیدا بودن، شما از اون بالا پرتشون کردید. همچنان که امروز هاشم آقاجری که یک پاشو برای شما از دست داده محکوم به مرگش کردید به خاطر اینکه اندیشه خودشو ابراز کرده، اون هم در سرزمینی که افتخار میکنه که ابراز عقیده رو پایه گذاشته، آزادی اندیشه رو پایه گذاشته. در چنین سرزمینی شما بچه های ما رو به مسلخ بردید و میبرید، منابع و منافع ملی ما رو نابود کردید، اون دینی رو که داشتن شما ازشون گرفتید. امروز مردم ما باورشون به یزدان پاک و اهورامزدا به مراتب بیشتر شده و نیرنگ و فریب روحانیت رو بیشتر بهش آگاه شدن و بر همین اساس است که امروز در ایران حکومتی وجود نداره. حتی اون بسیجیایی که از شما حقوق میگیرن و در تظاهرات شما میان، حتی اون خانواده شهدا، اون معلولین جنگی، همه و همه تبدیل شدن به مخالفین شما. خود شما مجبور شدید بازگشت کنید به افتخاراتی که در زمان معمر رضا شاه بود. پروژه هایی که در اون زمان طرح‌ریزی شده بود رو بعد از 25 سال با تأخیر، با دزدی، با تأخیر بیایید و بخواید پیاده بکنید. این ملت امروز روشن شده و برگ نوینی رو خواهد آفرید و خواهید دید که شما رو از صفحه تاریخ کهن و 7000 ساله خودش محو خواهد کرد. من از آقای بفرویی و دوستان بیرونی که من دعوت کردن از پاریس امروز بیام اینجا سپاسگزارم. خوشحالم که میبینم امروز در اینجا همه گروه ها از چپ تا دموکراتیک جمهوری خواه هواداران پادشاهی جمع شدن. این بچه ها افتخار بزرگی است که حزب کمونیست کارگری با شماست. نیروی هواداران پادشاهی جمهوری خواه شما جمع شدن، یک افتخار بسیار بزرگی است برای اتحاد و همبستگی فردا ایران. هنرمندان عزیزی که امروز اینجا تشریف دارن، نویسندگان نازنینی که تشریف دارن، من درود میفرستم به همه. شاد باشید، پیروز باشید و جز به نیکی در پندار، گفتار و کردار نکوشیم و خشم و خشن باشیم
با شب پرستانی که ایران ما رو اشغال کردن. درود بر همه شما، شاد و خوش و پیروز باشید. من از آقای دکتر عباسی تشکر میکنم. آقای اوستا از پاریس اومدن، از راه دور خسته در این تظاهرات شرکت کردن در حمایت از دانشجویان ایران، در حمایت از عزیزان ما که در زندان ها هستند. اینجا مطالبی بیان کردن و شعار دادن و ساعتی در اختیار ما بودن. ما میخوایم که از خودشون یه سوالاتی. آقای دکتر عباسی حالت خوبه؟ سپاسگزارم، مرسی. از راه دور اومدید و میدونم خسته هستید، اما در تظاهرات خیلی شاد و خندان بودید و با مهر بسیار سخنان ایراد کردید. من ازتون میخوام که مطالبی دارید برای بچه ها، برای دوستان، برای عزیزانی که در زندان هستن در ایران و دانشجویانی که در ایران مبارزه میکنن، اعضای سازمان که در ایران مبارزه میکنن. به هر حال پیامی دارید بفرمایید. من درود میفرستم به شما و فرید دوست بسیار نازنینم. من با اینکه خود شما میدونید چقدر گرفتار بودم در پاریس و در پاریس تظاهراتی نیز بود و غیره، این که شما فرمودید که اعلام کردید و من با اسم میمادم، من اطاعت کردم و خوشحالم که در خدمتون بودم، در خدمت هموطنان نازنین و مهربانم بودم که دیدم زیر باران از همه دستجات و گروه های مختلف ایرانی حضور داشتن. این یک پیروزی بزرگی بود، همینی که واقعا چپ و راست امروز با هم جمع شده بودن. این خیلی پیروزی بزرگ بود که من به شما شاد باش میگم و درود میفرستم به همه عزیزانی که مهربان یارانی که اومدن اینجا با فرهیختگی و شجاعت و گستاخی در روبروی سفارت جمهوری اسلامی، سفارت اشغال شده همونطور که گفته میشه، این روز بزرگی رو که واقعا ما حداقل کاریش که میتونیم بکنیم. این بچه‌ها در زندان شکنجه شدن، کشته شدن. عزت الله ابراهیم نژاد یادمون نره کشته شد. مهندس حشمت تبرزدی رهبر این جنبش که از 10-12 سال پیش کار رو شروع کرد در زندان باطبی عزیز و نازنین که به عنوان قهرمان سال شناخته شده در زندان محمدیای عزیز و دوستان بسیار دیگه ای که واقعا در این سالها عاشقانه و جانفشانه مبارزه کردن. الان من و خود شما خیلی بهتر میدونید که خانواده‌های اینا در داخل ایران چه مشکلاتی دارن، چه ناراحتی‌هایی دارن، محمدیای عزیز و غیره. اینه که ما حداقل کار بود که میتونستیم بکنیم در اینجا حاضر باشیم و از فرهنگ و تاریخ کهنسال خودمون صحبت بکنیم و یادآوری بکنیم که ما از تاریخ دور میایم. این تاریخ دور ما مهر بوده، مهربانی بوده، عشق بوده، نیکی بوده. نیکی در پندار بوده، گفتار بوده و کردار، و این رو ما بتونیم در ایران مستقرش بکنیم که آزادی رو نیز با هم داشته باشه، در نیکی در گفتار، پندار و کردار و آزادی، برابری، برادری رو بتونیم به سرزمین بیاریم. نه اینکه زندانیا رو آزاد بکنیم، ایران رو آزاد بکنیم از این نظام پوسیده ی ولایت فقیه. تشکر میکنم از شما، از راه دور اومدید، در خدمتتون هستیم فعلا. با اجازه من سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران، از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.